بخون خوان به نام پروردگارت که جهان را آفرین اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شود. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه رسيدين بآية مباركة اهدنا الصراط المستقيم معنى ان آية إنس است ما را براه راست هدایت کن سرات در لغت خودش به معنی راه راست است راغب در مفردات سرات را معنا میکنه به راه راست اون وقت جالبه که خداوند متعال به ما تعلیم میده که ما بگیم اهدنا سرات المستقیم در خود کلمه سرات مستقیم نهفته است سرات یعنی راه راست ما وقتی میگیم اهدنا سرات یعنی خدای ما را به راه راست هدایت کن مستقیم که میگین معنی مستقیم هم راسته در حقیقت تأکید بر این است که باید راه راست و درست را برویم و از خدا میخواهیم که ما را به درستترین راه هدایت بکند راهی که هیچ اعوجاج و انحراف در او وجود نداشته باشه خب این نکته را باز یادآوری بکنم که در اول سوره مبارکه آیاتش با صورت آیات توصیفی بود و مسائلی را به ما تذکر میداد که حمد و سپاس مال خداوند متعال است که رحمان و رحیم است و مالک روز جزا است صاحب اختیار روز جزا و قیامت است بعد لحن صحبت عوض میشه ایاک که نعبد و ایاک نستعین دیگه ما خدا را مخاطب قرار میدیم و خود را در مقابل خداوند متعال میبینیم از اون آیه ایاک که نعبد و بعد خطاب ما به خداوند متعال میشه انگار اتصال ما به خداوند متعال درست میشه رابطه ما مستحکم میشه مثل این است که سیم برق ارتباط ما با منبع هستی که خداوند متعال است وصل میشه از اینجا دیگه ما با خود خدا صحبت میکنیم واسطه در کار نیست خدا حاضر و ناظر اعمال ماست و ما در محضر خداوند متعال هستیم با او صحبت میکنیم در خیلی از ادیان بین خدا و بندگان واسطه در نظر می گرفتن که اگر میخواهی به خدا برسی باید از طریق وسائط بری بت پرستا هم بت را واسطه می دانستن می گفتن ها اولاء شفعا و الله اینها باید رابطه ما را با خداوند متعال درست بکنن ما خودمان نمیتونیم با خداوند متعال مستقیم حرف بزنیم در اون آین ها در حقیقت یک نوع بیگانگی بین خدا و بنده بین مخلوق و خالقش وجود داشت اما در آین حنیف اسلام که دین حق هست این بیگانگی برداشته شده بیگانگی وجود نداره رابطه مستقیم بین خدا و انسان وجود داره واسطه در کار نیست لازم نیست کسی واسطه باشه هر لحظه ای که شما بخواید با خداوند متعال صحبت بکنید بدون هیچ واسطه ای بدون هیچ مقدمه ای تا اراده بکنی با خدا صحبت بکنی خداوند متعال در مقابل توست قلب تو میتواند متصل به خدا باشه زبان تو میتواند با خدا صحبت بکنه ایاک نعبود و ایاک نستعین از همین مقوله است و همین مسئله را به ما گوشزد میکنه اهدنا الصراط المستقیم هم ادامه همین رونده که ما با خداوند متعال صحبت میکنیم خب گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میطلبیم خیلی خوب فرض مثل این است که خداوند متعال از ما سوال بکنه که خیلی خوب شما که فقط مرا عبادت میکنید منم میپذیرم شما که فقط از من کمک میخواهید منم شما رو کمک میکنم چه میخواهید از من تا اون کمکی که میخواهید من در اختیار شما قرار بدهم اهدن از مستقیم المستقیم در حقیقت پاسخ است به این سوال میگیم خدایا ما هیچ چیز دیگری از تو نمیخواهیم فقط هدایت میخواهیم هدایت براه راست براسترین راه از تو میخواهیم اهدن از سراط المستقیم با عجز و کرنش و عذر و تزرع در پیشگاه خداوند متعال میگیم اهدن از سراط المستقیم خدایا معبود ما ای که رحمانی و رحیمی و مالک همه هستی در دنیا و آخرت هستی ای که رب مایی تربیت کننده ما هستی صاحب اختیار ما هستی ما از تو این را می که ما را هدایت کنی اهدن از سراط المستقیم ببینید اساسی ترین خواست برای انسان و مسلمان و بنده خدا خواست هدایت است این اساسی ترین خواسته هست. و ارزشمندترین خواستم خواسته هم هست پس ما باید به دنبال هدایت الهی باشیم اگر انسان در این دنیا دنبال هدایت نباشه دنبال هر چیز دیگری که باشه ضرر کرده و تا انسان هدایت نشه اونم هدایت الهی هدایتی که پیغمبران خدا پیشواش هستند و راهنما هستند به دستور خداوند متعال اگر انسان به اون مسیر قرار نگیره به بیراهه رفته عمرش هدر است تلاشهایش بی نتیجه است کارهایش بی ارزشه ولی اگر انسان در مسیر هدایت قرار بگیره همه چیز ارزشمند میشه لذا میگن اهدن از سراط المستقیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن خب سوال آیا ما هدایت یافته نیستیم که از خداوند متعال تقاضا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم هر مسلمان در شبان روز پنج مرتبه نماز واجبه بخونه در هر نماز در هر نماز که دورکت هست دو مرتبه میگه اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن اگر هدایت یافته نباشیم خب مسلمان نیستیم تا انسان هدایت نشه که مسلمان نمیشه مؤمن نمیشه تا انسان هدایت نشه نماز نمیخونه کسی که نماز میخونه معلوم میشه هدایت شده که به دنبال بندگی خدا مره خب اگر هدایت شده پس حالا از خدا چی میخواهه؟ انسان هدایت یافته دیگه از خدا چی میخوای که ما را هدایت کن مثل از اینه که ما از اینجا میخوایم بریم به کابل خب وقتی به کابل رسیدیم بگیم ما میخوایم بریم به کابل یا آرزو میکنیم که برسیم به مکه معظمه دعا میکنیم که خدای ما را به مکه معظمه برسون و خب حالا به مکه معظمه رسیدیم دور خانه خدا تواف میکنیم دیگه اونجا معقول نیست که بگیم خدای ما رو به مکه معظمه برسون یا مکه معظمه رو به ما قسمت کن زیارت خانه خودت را قسمت کن خب رسیدیم دیگه وقت ما هدایت یافته هستیم نشان هدایت یافته هم اینه که ما نماز میخونیم ما بنده خدا هستیم چطور باز دوباره میگیم اهدن از سراط المستقیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن جهتش چیه؟ نعوذ بالله خداوند متعال که حرف لغو نمیگه اگر نیاز نباشه چیزی را نمیخواد به ما یاد بده این رسم بندگی است که خدا به ما این رسم بندگی را تلقین میکنه و یاد میده جواب این سوال این است که هدایت یک امر مستمر است یک امر جاری است و همیشه لازمه مثل برق جریان برق تصور کنین وقتی برق جریان پیدا میکنه از کارخونه ای که تولید میکنه برق از طریق سیم ها و سب ها تقسیم میشه میایه به این محله ای که ما هستیم برق متصل میشه به این لامپ و لامپ روشن میکنه یک لحظه این لامپ روشن میشه اما این برق باید جریان داشته باشه چون اگه جریان نداشته باشه برق روشن میشه و دوباره خاموش میشه لامپ روشن میشه و دوباره خاموش میشه مثل که همیشه میبینیم برای یک ثانیه دو ثانیه برق میایه و دوباره از بین میره اگر بخواهیم به صورت دائم اتاق ما روشن باشه کارگاه ما روشن باشه مسجد ما روشن باشه چهره هم دیگر را ببینیم از روشنایی استفاده بکنیم لازمیش اینه که این جریان برق مستمر باشه دوامدار باشه برقی که از کارخونه تولید میشه به صورت مرتب حالا ما احساس میکنیم که یک جریان مستمر اوتور نیست جریان نوسانیه که به صورت مستمر به صورت پی در پی این نوسانات میای استمرار پیدا میکنه و فکر میکنیم یک جریان اما الهیال باید این برق بیایه و مستمرن باشه نشد مستمر نشد نبود خونه تاریک میشه مسجد تاریک میشه فضا تاریک میشه هدایتم هم خداوند متعال ما را هدایت کرده که به راه راست راهنمایی شدیم هدایت اولیه به دین خدا آشنا شدیم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ای فرزندان آدم ما از شما تعهد نگرفتم که عبادت شیطان را نکنید یا آیه های دیگری که در این زمین است این تعهد اولیه هدایت اولیه خداوند متعال ما را هدایت کرده که اگر محیط و تعلیمات و تبلیغات غیر الهی نباشه و بر ما اثر نگذاره ذاتا خدا پرستیم انسان ذاتا خدا پرسته کل مولودین پیمبر بزرگوار اسلام فرمودن کل مولودین یولد و الفطره هر مولودی هر نوزادی بر فطرت دینداری و اسلام خواهی تولد میشه الا ان ابواه و او یونسرانه مگر اینکه که پدر مادرش یهودی باشن او را یهودی میسازن نصرانی باشن مسیحی باشن او را مسیحی می سازن. حالا بگو کمونیست باشن او را کمونیست می سازن. دهری باشن او را دهری می سازن. اگر عوامل محیطی و اجتماعی و تربیتی بر انسان اثر نگذاره ذاتا انسان موحده اگر یک فرزند که تولد میشه مثلا امکان داشته باشه در بین یک جزیره او را بگذاریم هیچ تعلیم و تربیه هم نبینه وقتی بزرگ بشه اتومات خدا پرسته اون فطرت اولی و ذاتی رو خداوند متعال طوری خلق کرده که خدا پرسته خب انسان اول هدایت یافته هست که خدا پرسته و ما هدایت شدیم به دین اسلام ایمان آوردیم به خداوند و متعال انتخاب کردیم اسلام را به عنوان دین حق هدایت شدیم نمازم میخونیم اما این هدایت ما باید استمرار داشته باشه مثل اون جریان برقی که به گروپ میایه به لامپ برق میایه اگر یک لحظه اون جریان برق قطع شد دگه لام بیخاصیت میشه تاریک میشه اگر یک لحظه هدایت خداوند متعال و لطف خداوند متعال نسبت به ما قطع شد ما از راه بیراه میشیم هدایت یافتگی ما تمام میشه از همین جهت است که ما موظفیم و خداوند متعال به ما تعلیم داده در این آیه شریفه که ما از خدا این چیز را بخواهیم به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین خواسته بگیم خدایا ما را براه راست هدایت کن یا اینکه گفتم سراتم به معنی راه راست هست معنیش این خواهد شد که خدایا ما را به راستترین راه هدایت کن که دیگه هیچ کجی در او تصور نداشته باشه قابل تصور نباشه خدایا ما را به او هدایت کن این هدایت به صورت مستمر لازمه امروز ما هدایت شده ایم ممکنه فردا تحت تأثیر عوامل محیط تربیت سیاست هواهای نفس گناهان وسوسه های شیطان دنیا دوستی و همثال اینها علاقمندی به مقام به پست به ریاست علاقمندیه به شهرت و چیزهای از این قبیل ممکنه تحت تأثیر هر کدام اینها ما از مسیر هدایت الهی منحرف بشیم لذا همیشه چون در معرض خطریم و در معرض خروج از راه هدایت هستیم همیشه باید از خداوند متعال بخوایم که ما را هدایت کنه یعنی این هدایت رو خداوند لحظه به لحظه تجدید کنه نیروی جدید برای هدایت ما تزریق بکنه که ما با قدرت تمام با هدایت الهی و با نظارت الهی و با عنایت خداوند متعال که نسبت به هدایت ما عنایت داره ما همیشه تحت عنایت خدا باشیم تحت نظارت خدا باشیم تحت هدایت خدا باشیم و از مسیر خارج نشیم پس جهتی که ما همیشه در نماز میخونیم با اینکه مؤمن هستیم مسلمان هستیم باز باید بگیم اهدن از المستقیم این است که هدایت نیاز به تمدید داره نیاز به تجدید داره نیاز به استمرار داره موانع هدایت زیاده مشکلات سر راه هدایت زیاد به وجود میایه اگر این هدایت از جانب خدا تزریق نشه اون مشکلات ما رو از راه بیرون میکنه یک جهتش اینه جهت دیگرش ممکنه این باشه که هدایت درجاتی داره خیلی چیزها هست که درجه داره مثلا علم درجه داره علم هم درجات داره ما وقتی مکتب میریم صنف اول میخوانیم یک چیزایی میاموزیم با سنف دوم میخوانیم چیزای بهتری میاموزیم صنف سوم چهارم تا میرسیم به صنف دوازدهم خیلی چیزا میاموزیم اونی هم که به صنف اوله صدق میکنه به او که درس خونده و چیز یاد گرفته و فیل جمله علم داره اینی هم که به سنف دوازده نسبت به او هم صدق میکنه که بگیم علم داره منتها علم به چه سنف اول با بچه چه صنف دوازده خیلی فرق میکنه بعد میره به پاهنتون میره به دانشگاه کسی که به دانشگاه میره باز مراحل طی میکنه مقطع لیسانس درس میخونه خب ای طبیعیه که علمش فرق میکنه با او و چه سنف دوازده باز میره مرحله ماستری میخونه وضوع علمش فرق میکنه تخصص پیدا میکنه باز مرحله دکترا میخونه،, یا پی ایچ دی میگیره متخصص میشه در یک فن پس علم مراحل داره از همین جهت است که پیامبر بزرگوار اسلام بر اساس دستور خداوند متعال میفرمودند که رب زدنی علما با اینکه پیغمبر عقل اول و آخر بود و از پیغمبر عاقلتر در دنیا خدا نیافرید علم لدنی داشت پیغمبر که علم از جانب خداوند متعال به پیغمبر اکرم القا میشد و ارائه میشد و افاده میشد می میشد اما در این حال خداوند و متعال خودش به پیغمبر یاد میده میگه و قول رب زدنی علما پیغمبرم بگو که خدایا علم مرا زیاد کن پروردگارا علم مرا زیاد کن پس خداوند به پیغمبر میاموزه که همیشه علمش از خدا بخواهی که زیاد بشه لذا علم درجات داره مراتب داره با اینکه پیغمبر علم لدنی داشت و علمناه ملدون علما خداوند میگه ما از جانب خود به پیغمبر علم آموختیم علم خدا هم که بی پایانه ولی در این حال باز خدا به پیغمبر یاد میده که قل رب بزیدنی علم هدایت هم همینطوره است سلوات هم همینطوره ما وقتی میگیم که اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند داد درود بفرست بر محمد و آل محمد این صلوات و درود خود خدا هم که درود میفرسته خدا در قرآن میفرمایه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی خدا و ملائکه خدا درود میفرستند بر پیغمبر بعد به ما یاد میده میگه یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما شما مؤمنین هم به تبعیت از خدا و ملائکه درود بفرستید بر پیغمبر سلام بفرستید بر پیغمبر خب ما هم دستور خداوند متعال اجابت میکنیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم علی و بارک علی محمد و آل محمد و همسال اینا این درودی که ما بر پیغمبر میفرستین هر درود مقام پیغمبر را عالی تر میکنه متعالی میکنه بیشتر بالا میباره مقامی که در پیشگاه خداوند متعال داره و پیغمبر از این درود ما محزوز میشه بهرمند میشه با اینکه که پیغمبر هست و درود خدا بر پیغمبر هست خود خدا درود میفرسته به پیغمبر مشکول رحمت خداست باز خدا به با ما گفته که درود بفرستید اینا باعث میشه که مقام پیغمبر متعالی بشه بیشتر از هدایت از همی قبیله هدایت مراتبی داره ما وقت مسلمان هستیم یا اسلام انتخاب میکنیم نماز میخونیم مثلا مراحل اولیه هدایت هدایته مرتب به خدا میگیم اهدن از سراط المستقیم ما را راه راست هدایت کن یعنی یک گام به جلوتر یک قدم به جلوتر هدایت بیشتر راهنمایی بیشتر تا برسیم به اون مرحله اوج هدایتی که ارتباط با خداوند متعال داشته باشیم و در اوج قرار بگیریم از نظر هدایت قرآن کریم هم در سوره مبارکه مریم آیه 76 میفرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدا خداوند متعال اون انسانهایی را که از خدا تقاضای هدایت کردن زیاد میکنه هدایت اونها را این شاهده بر همو عرضی که قبلا کردم که هدایت مراتب داره و یزید الله الذین اهتده و هدا اونهایی که از خداوند متعال طلب هدایت میکنن خداوند هدایت اونها را بیشتر میکنه بیشتر اونها را هدایت میکنه زیاد میکنه هدایت اونها را باز در سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام علیه آیه هفته هم می فرماید والذین اهتدوا زادهم هدا کسانی که از خداوند متعال طلب هدایت بکنند بخواهند که خدای ما را هدایت کن مثل همین که ما در حمد میگیم اهدنا الصراط المستقیم خدای ما را هدایت کن کسانی که از خدا طلب هدایت بکنند زادهم هدا خداوند متعال اونها را بیشتر هدایت میکنه مراحل بیشتر پیش میرن به طرف هدایت و آتاهم تقواهم خداوند و متعال به اونها تقوای بیشتر عنایت میکنه خب پس اهدن از سراط المستقیم انشاالله فهمیده شد که معنیش چیست ما را به راست راه راست یا راستترین راه هدایت کن اینم که ما چرا از خدا هدایت میخواهیم مشخص شد چون باید هدایت همیشگی باشه مثل جریان برق قطع نشه و الا ما گمراه میشیم موانع وجود داره وسوسه های شیطانی و نفس نفس اماره وجود داره جاذبه های دنیا وجود داره جاذبه های قدرت و ثروت و مکنت و مقام و امثال اینها وجود داره که ممکنه ما را از راه هدایت بیرون ببره از همین جهت باید همیشه ما از خداوند و متعال تقاضای هدایت بکنیم و گفته شد هدایت هم مراتبی داره اگر ما به یک مرتبی از هدایت هستیم باز تقاضا میکنیم یعنی مراحل هدایت ما بالاتر ببره که قرآن کریم هم فرمود از دو آیه از قرآن کریم نقل کردم که هرچی انسان از خدا طلب هدایت بکنه و مقام های بالاتر دست پیدا میکنه و هدایت میشه معنی سرات چیست؟ سرات مستقیم یعنی چی؟ خب تحت لفظی میگیم سرات مستقیم یعنی راه راست این سرات مستقیمه اما سرات مستقیم کدوم سراته؟ این راه راستی که ما از خدا میخواییم که ما را هدایت بکنه این کدوم سراته؟ طبعا همون راه هدایت خدا، راه بندگی خدا، راه اخلاص قرآن کریم در سوره مبارکه آل امران آیه 19 میفرمایه و من یعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم کسی که اعتصام به خداوند متعال داشته باشه چنگ بزنه به ریسمان محکم الهی ده او در آیه دیگه میگه و بِحَبْلِ به حبل الله جمیعا ولا تفرقو اونم اعتصامه کسی که اعتصام داشته باشه و چنگ بزنه به ریسمان محکم الهی که ریسمان محکم الهی هم همین قرآن کریمه ریسمان محکم الهی اهل بیت پیغمبره بر اساس روایات ریسمان محکم الهی فرمایشات پیغمبر اکرم و سنت پیغمبر اکرم بر اساس بعضی از روایات به اینها چنگ بزنه و من یعتصم بالله کسی که اعتصام به خدا خدا داشته باشه فقط هدیه الی صراط مستقیم این آدم به صراط مستقیم هدایت شده از پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که فرمودن از مستقیم المستقیم صراط الانبیا ما میگیم اهدن از سراط المستقیم خدای ما را به راه راست هدایت کن او راه راست کدوم راهه کیا رفتن به او را پیغمبر اکرم فرمودن سرات المستقیم سرات الانبیا راهی که انبیا رفتن او سرات المستقیمه پس ما که میگیم اهدن از سراط المستقیم یعنی خدای ما را به راه انبیا هدایت کن به همون راه ما را قرار بده که انبیا در او راه رفتن و هم الذین انعم الله علیهم انبیا خدا صلوات الله علیهم اجمعین کسانی هن که خداوند به آنها نعمت داده نعمت خود را ارزانی داشته پس سرات مستقیم یعنی راه انبیایی که خداوند به اونها نعمت داده و اونم نعمت هدایت بزرگترین نعمت هدایته از امام صادق علیه السلام هم دو تا حدیث مختصرا نقل کنم در این رابطه حضرت فرمودن والله نحن سرات المستقیم امام صادق فرمودن قسم به خدا سرات مستقیم ما ایم راه راستی که شما در قرآن میگین در سوره مبارکه هم میگیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن ما این درستم هست به خاطر این که پیغمبر اکرم فرمودن سرات مستقیم سرات انبیاست راه انبیا ائمه معصومین علیه مستلات و السلام هم که راه انبیا را طی میکنن راه پیغمبر اکرم را طی میکنن و مردم را به همون راه هدایت میکنن ائمه معصومین جانشینان پیغمبرند هدایت کنندگان انسان ها هستند معلمین مؤمنین و مسلمان ها و به شریعت هستند اینها مردم را به راه پیغمبر هدایت می کنند راه پیغمبر هم که راه هدایت است صراط مستقیم است از این جهت امام صادق که فرمودند والله نحن الصراط المستقیم کاملا دقیقه چون اینها مردم را به راه پیغمبر هدایت می کنند و باز در روایت دیگر امام صادق علیه السلام فرمودند سرات مستقیم امیر المؤمنین علی علیه السلام است این هم حرف دقیقی است به خاطر این که امیر المؤمنین علی علیه السلام نزدیکترین شخصیت عالم اسلام به حضرت پیغمبر سلام الله علیه بود از کوچکی در دامان پیغمبر تربیه شد دین را اخلاق را قرآن را هدایت را همه چیز را از پیغمبر اکرم آموخت پرورش یافته دامان پیغمبر اکرم است و جانشین پیغمبر اکرم است امام است در خدمت اسلام بود تمام عمر خود را برای اسلام صرف کرد و در راه اسلام به شهادت رسید و اون هم به خاطر اسلام خواهی و عدالتش در راه اسلام به شهادت رسید لذا امیر المؤمنین سرات مستقیم است چون راه امیر المؤمنین راه پیغمبر خدا در احادیث زیادی هم هست که پیغمبر خدا فرمودن که هر جا که علی بود حق همون علی مع الحق و الحق مع علی علی با حق است و حق با علی است این در کتب روایی اهل تشیع و اهل تصنن مثل ی احادیث زیاد آمده بنابراین اگر بگیم امیر المؤمنین سرات مستقیم است هم حرف گذافی نیست خدایا با محمد و آل محمد همه ما را همه مسلمانان را بر سرات مستقیم استوار بدار و ما را همیشه مشمول هدایت خود بگردان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته